جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بی بی سی اینجا در استودیو با ماست. دقیقا مخاطب آقای روحانی کیه؟ خب تنها گروهی که در یک سال گذشته و البته حتی از قبل از ریاست جمهوری آقای روحانی در جریان کارزارهای انتخاباتی انتقاد میکردن از عمل در واقع روی کرده آقای روحانی، حتی در گذشته زمانی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات هستی بود، گروهی هستن از اصولگرایان تندرو نزدیک به آیت الله مصباح یزدی که عمدتا در تشکل سیاسی جبهه پایداری در واقع گرده هم اومدن. اونها اصلی ترین گروه منتقد مذاکرات هستی هستند که اکنون دولت آقای روحانی داره پیش میبره. بارها و بارها مورد انتقاد قرار دادن، همواره گفتند که در این توافقنامه ژنو و مذاکرات بعد از اون ایران عملا فقط امتیاز داده، امتیازی نگرفته و برخلاف اون چیزی که آقای روحانی گفته بود که سازمان تحریم‌ها ترک برداشته، ترکی در این تحریم‌ها دیده نمیشه. بنابراین مخاطب اصلی همین هستن و همین هم واکنش نشون دادن بلافاصله. ولی این ادبیاتی که استفاده کرده دقیقاً یادآور همون ادبیاتی است که خود آقای روحانی و حامیان آقای روحانی منتقد اون بودن در دولت قبلی. یکم تند هست برای او. بله خب البته بی سابقه نیست، چه در حوزه به بحث مذاکرات هستی چه حتی در حوزه مسائل داخلی. قبلا هم آقای روحانی گفته بود که منتقدان به در واقع به مذاکرات هستی بی سواد هستن، که همون موقع اونها واکنش تندی نشون دادن و این اونقدر بالا گرفت که بعد آقای روحانی به نوعی اومد و دلجویی کرد و تعدیل کرد این صحبت خودش رو در مقابل منتقدان خودش. هم ما در مسائل داخلی هم همینطور، اگه به خاطر بیارید یک بار حتی آقای روحانی اومد و دولت قبلی رو به جیبور در واقع با لفظ جیبور از اونها یاد کرد، یا مثلا در همین سفر اخیرش به چهارمحال بختیاری از اینکه دولتش به دزدی و راندخاری متهم شده خیلی برآشفته شد و گفت یک عده اومدن نفت رو بردند و خوردند. ولی خب در مورد مسئله هستی، چون اولویت اصلی و ماموریت اصلی دولت آقای روحانی است و آقای روحانی میدونه که اگر در این زمینه شکست بخوره، منتقدان او بدون هیچ رحمی در واقع بر شدت فشارهای خودشون بر دولت خواهند افزود و شانسی برای دور دوم عملا نخواهد داشت. حالا که برای مذاکرات هم فقط تا آذر ماه تمدید شده، خب آقای روحانی این فشار رو خیلی ملموس می‌بینه و به همین خاطر است که به این شکل واکنش نشون میده. پیامدهای این رویارویی که آقای روحانی و گروهش با مخالفان جناح راست دارن چه میتونه باشه؟ ببینید اساساً از دوره آقای احمدی نژاد به این طرف ادبیات سیاسی در جمهوری اسلامی به شکل قابل توجهی نزول پیدا کرد، یعنی ادبیات نازل، که این حتی در صحبت‌های خود آقای احمدی نژاد خوب به کرات دیده می‌شد، حتی در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هم مثلا اون لفظ معروفی که در مورد پرونده به فساد اقتصادی که کش ندید این ماجرا رو. خب این باعث شده امروز، همین امروز بعد از صحبت‌های آقای احمد روحانی، آقای کوچک‌زاده از نمایندگان عضو جبهه پایداری اومده گفته که منتقدین آقای روحانی آدم‌های باسواد و عاقل هستند و به همین خاطر خود از گاو که شاخ داره و عقل نداره میترسن. خب هم گوینده و هم شنونده میدونن که این یک ارجاع مستقیم به کدام ضرب المثل فارسی است. بنابراین در شرایطی که این نوع ادبیات به کار میره، طبیعتاً احتمال این که اونها در آینده باز هم بخوان علیه همدیگه صحبت بکنند یا مواردی رو به قول خودشون افشا بکنند و هماهنگیشون کمتر خواهد بود و فضا رو همواره متشنج‌تر در واقع به پیش خواهد بود. ممنونم از تو جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی.